سلام، اینجا بازی پلاته و بی مقدمه بریم سراغ فکت‌های شخصیت رجینا تو فرانچایز داینو کرایسیس. و طبق اطلاعاتی که تو منابع ژاپنی در مورد بازی وجود داره، ظاهرا لباس رجینا با الهام از لباس ملیندا کلارک که نقش جسیکا پریست رو در فیلم سینمایی اسپاون محصول سال 1997 بازی کرده طراحی شده. شخصیت اصلی سری بازی‌های داینو کرایسیس یعنی رجینا یه مأمور ویژه است که برای گروهی به نام سورت یا تیم حملات مخفیانه کار می‌کنه. اون عمدتاً به عنوان متخصص اسلحه تو گروه فعالیت می‌کنه، اما بعضی وقتا کارهای نظارتی و اطلاعاتی هم انجام میده. قد رجینا 175 سانتی متر و ملیتش آمریکاییه. خیلی ها فکر میکنن رنگ موی رجینا به صورت طبیعی قرمز رنگه، ولی طبق اطلاعاتی که تو بازی وجود داره، رجینا موهاشو به این رنگ درآورده، چرا که این رنگ نمایانگر شخصیت درونی مبارزشه. اگرچه رجینا شخصیت اصلی شماره اول داینو کرایسیسه، ولی تو شماره دوم داینو کرایسیس به همراه همکارش دیلن تو بازی حضور داره، همون فرمول همیشگی کپکام برای بازی‌های ژانر سروایوول هورور. فقط فرقش اینجاست که رجینا و دیلن توی سناریوی مشترک حضور دارن و مثلا بازی رزیدنت ایول 2 دو تا سناریوی مختلف تو بازی وجود نداره. تو داینو کرایسیس 1 رجینا 4 تا اوتفیت دیگه داره که میتونیم بازشون کنیم. یه لباس نظامی، یه لباس قرمز رنگ که وقتی میپوشینش چشمای رجینا آبی رنگ میشه، و همچنین یه لباس دیگه که در واقع لباس انسانهای نخستین و قارنشینه. نکته جالب درباره لباس قارنشینی رجینا اینه که وقتی اون لباس رو فعال میکنین، رجینا به جای اسلحه استخون دستش میگیره. وقتی لباس قارنشینی رو پوشیدین، اسلحه گرنیت لانچرتون به یه ماهی تبدیل میشه. در ابتدا قرار بود رجینا کلید اتاق تعویض لباس یا لاکر روم رو به دست بیاره و اونجا بازیکن بتونه اوتفیتاشو عوض کنه، ولی در نهایت تغییر اوتفیت به منوی بازی اضافه شد، اما همون تم لاکر روم رو حفظ کرد. تو بازی رزیدنت ایول 3 یا اوریجینال شما میتونین اوتفیت رجینا رو برای جیل آنلاک کنین و وقتی جیل اون اوتفیت رو میپوشه، موهاش قرمز رنگ میشه، درست مثل رجینا. تو بازی اکشن RPG نمکو اکس کپکام که برای PS2 منتشر شده، رجینا به عنوان یکی از کاراکترهای قابل بازی کردن حضور داره. همچنین بروس مکگیورن یعنی شخصیت اصلی بازی رزیدنت ایول دد ایم رجینا رو تو این بازی همراهی میکنه. رجینا همچنین به عنوان یکی از کاراکترهای DLC تو عنوان سوپر اولترا دد رایزینگ 3 آرکید ریمیکس هایپر ادیشن اکس پلاس آلفا دیده میشه. ظاهرا اسم بازی از خود بازی طولانی تره. رجینا از شاتگان اسپس 12 استفاده میکنه، دقیقا همون مدل شاتگانی که شخصیت ملدون تو سری فیلم های جوراسیک پارک ازش استفاده میکنه. معنی اسم رجینا در زبان لاتین و بیشتر زبانهای اروپایی ملکه است. قرار بود تو بازی داینو کرایسیس 2 شخصیتی به نام الکس حضور داشته باشه که به رجینا علاقه داشته باشه و حتی انتهای داستان هم قرار بوده رجینا و الکس همدیگر رو در آغوش بگیرن و ببوسن، که کلن این سناریو حذف شد. وقتی که تریلر بازی اگزو پرایمال منتشر شد، همهمه زیادی بین طرفدارای داینو کرایسیس ایجاد شد به خاطر اینکه ظاهر کاراکتر اصلی خیلی شبیه رجینا بود و همچنین دایناسورها هم تو بازی حضور داشتن، اما همه این شباهت‌ها صرفاً تصادفی بوده، البته اونطور که از شواهد امر برمیاد. در انتهای بازی داینو کرایسیس 2 تو صفحه نتایج بسته به عملکردتون تصاویر مختلفی نمایش داده میشه، تصویر دیلن، پاولا و رجینا. البته دو تا تصویر از رجینا بسته به عملکردتون بهتون نشون داده میشه. صدا پیشه ی رجینا در هر دو شماره داینو کرایسیس استفانی مورگن استرنه که به جای کاراکتر آیامه در کارتون پاور استون. It's all right now. Oh, you're right. It's dry already. You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. و همچنین کاراکتر سیلور وینس در کارتون سیلور مون حرف زده. Maybe eat it with ice water. I just want to help out. Come on, give me a chance. تو انیمه ایس اترنی رجینا حضور کوتاهی داره که اونجا نام خانوادگیش لوکاموتیه. البته بعدن تایید شد که این رجینا همون رجینای داینو کرایسیسه و همچنین گیل و ریک هم تو انیمه حضور دارن. تفاوت‌های بین نسخه‌های رجینای مختلف بازی داینو کرایسیس به چشم می‌خوره که مهمترینش تفاوت چهره رجینا که تو نسخه ژاپنی چهره رجینا یه خورده فرم انیمه‌ای داره.
در سال 2011 بعضی از طرفدارا به لباسی که میلا یوووویچ در فیلم رزیدنت ایول رتریبیوشن پوشیده بود به خاطر اینکه کپی لباس رجینا بوده شدیداً اعتراض کردند. این اعتراضات به جایی رسید که خود یوووویچ یه ویدیو ضبط کرد و جواب منتقدا رو داد. Naked arms. Okay, let's look up another picture of Regina from Dino Crisis. Let's see. Oh wait, this is a good one. Wait a minute. Is this Regina from Dino Crisis being Alice from the first Resident Evil? So should no one ever use a red dress again either? Come on, guys. رجینا شخصیت زنانه دلسوز و مهربونی داره، اما شخصیتش در اصل بر اساس قهرمانهای تیپیکال فیلمهای دههای 80 و 90 میلادی نوشته شده. اون حتی تو خطرناکترین مأموریت‌ها خیلی ریلکس و آرومه. اما در کنارش حس شوخ طبعی هم داره. و ظاهراً با دیدن خون و بدن تکه تکه شده اصلاً تحت تأثیر قرار نمیگیره. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. رجینا و دیلن هر کدوم یه سلاح ویژه خاص دارن، درست مثل کارکرد لاکپیک و فندک تو سری رزیدنت ایول. دیلن یه غمه بزرگ به دست داره که میتونه باهاش درایی رو که با گیاهای وحشی پوشیده شدن ببره و به مسیرش ادامه بده، و رجینا هم یه جور میله الکتریکی یا شوکر و باتون برقی خاص به دست داره که میتونه درایی خاص رو باهاش باز کنه. این باعث میشه این دوتا کاراکتر نتونن از مسیرهای همدیگه عبور کنن. راستی ما داستان بازیهای داینو کرایسیس 1 و 2 رو قبلا تو کانال گذاشتیم که میتونین از طریق لینک هایی که تو دیسکریپشن همین ویدیو هست داستان اون بازی ها رو با جزئیات دنبال کنین. اولین شماره داینو کرایسیس 3 تا پایان و یه جورایی 4 تا پایان مختلف داره که همه این پایان ها به انتخابای رجینا بستگی داره. رجینا با انتخاباش که در واقع انتخابای شما هم هست میتونه تصمیمایی بگیره که اون تصمیم‌ها روی زنده موندن ریک و گیل یعنی همکاراش در انتهای بازی تأثیر زیادی داره، در حالی که در طول بازی چند بار در موقعیت تصمیم گیری قرار میگیرین، ولی تنها جایی که واقعا تصمیمتون بر پایان بازی تأثیر میذاره چهارمین دفعه‌ایه که باید تصمیم بگیرین، جایی که باید یه نظر ریک رو تایید کنید یا نظر گیل رو. رجینا در واقع اسم مستعار کاراکتر اصلی داینو کرایسیسه، درست مثل کوپر، گیل، ریک و بقیه اعضای گروه اسم واقعی رجینا مخفی نگه داشته شده و هرگز فاش نشده. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارین و دوست دارین بازم همچین محتواهایی تو کانال بذاریم، نظرتون رو با ما تو بخش کامنت ها به اشتراک بذارین. راستی با لایک کردن ویدیوها و سابسکرایب کردن کانال کمک زیادی به بهتر دیده شدن ویدیوها و همچنین رشد کانال میکنید. امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.